مهمان این بار خندوانه یک عزیزیه که من خودم جزو طرفدارهای جدیش هستم. طرفدار شوخی هم مگه داریم؟ یادم طرفدار کسی هست یا طرفدارش نیست. متولد 62 اردیبهشت ماه در تهران، خواننده و نوازنده جوانی است که بازیگری هم کرده و یک سریال هم به تازگی داشت که راجع به اونم با هم حرف میزنیم. از این که الان میخوام بگم، خانم آقایان دعوت میکنم، خیلی خوشحالم، دعوت میکنم از جناب آقای کاوه آفاق. سلام. سلام. خوش. چطوری؟ استاد سپاسگزارم. اون پشت تا شما داشتید معرفی می‌کردید، من به بچه گفتم داره من همینجوری دارم باد میشم. واقعا سپاسگزارم. کیف کنید از این تعریفا، چون واقعیه و صمیم قلبه. یه استادی مثل شما، مخلصم. یه انسانی که هم برای هنر ایران، برای فرهنگ ایران و برای خنداندن ایرانی که مگه کم کنیه، یه جور حماسه از خندوندن ایرانی ها. چون ایرانی ها انسان های عمیقی هستند و به راحتی بابت هر چیزی نمیخنده. و ممنونم از این همه لطف شما و سپاسگزارم از تمام حضار عزیز. باعث افتخاره که این افتخار دارم که پشت ماسک لااقل چشمای زیبای شما رو ببینم و از همه مهمتر بینندگانی که دارن الان وقت میذارن، وقتشون رو صرف دیدار این حقیر میکنم. قربون تو. خیلی ممنون که اومدی. قربونت برم. افتخارم بود و هر کسی مثل من دعوتش کنم با عشق. قربونت برم. لطف داری. مرسی. کاوه محبت کردی در فصل، یعنی در خنداننده شو دو مسابقه استنداپ جوانها که مسئولیتش همیشه با احسان کرمی بوده، یعنی اجراش رو با احسان انجام میداد. اومدی و ما خیلی از اجرای تو لذت بردیم. کاوه، خانه امن کیا دیدن؟ چند قسمت؟ خانه امن، من خب سارق روح رو آهنگسازیش و ترانه تیتراژش با بود به واسطه این با تیم تهیه و کارگردان خانه امن که همون گروه سارق روح بود آشنا شدم. خیلی کار قشنگ بود به خاطر یه علتی که سلیقه موسیقاییشون خیلی شبیه سلیقه موسیقایی ما بود و به خاطر این خیلی خوب بود. پیشنهاد بعدی که بهم دادن گفتن که من یه فیلمی برای استاد مهرجویی بازی کردم. بله. بعد از اون این سریال خانه امن که می‌خواست تصویر بشه رو بچه‌ها گفتن که دوست داری تجربه سریالم بکنی تلویزیون؟ گفتم که نه، من واقعا الان درگیر موزیکم و یه تئاتر درگیرش بودیم. گفتم که نه. گفتم خب لااقل یکی دو قسمتشو بیا، تجربه خوبی میتونه برات باشه، ما به عنوان رفیقات بهت میگیم. آره. و من اومدم و تجربه خوبی بود. چه خوب. تجربه خوبی بود و چون سریال به نظر من فرق داشت با سینما یا با تئاتر برای منی که حالا کارم بازیگری نبوده. خیلی تجربه خوبی بود و ازشون هم ممنونم. امیدوارم که این سریال هم ببینید. و رضا یزدانی هم تیتراژ اونو به جاش خون، یعنی من بازی کردم رضا خون. ما در افواه بیشتر رقیب به نظر میایم، یکم هم رقیب هستیم البته، ولی آره ولی رقبای دوستم هست نداریم همو ببینیم، ولی خیلی همو دوست داریم. من که خودم نون و نمک رضا یزدانی رو خوردم و همیشه دوستش دارم. رضا خیلی آدم با معرفت و عزیزیه. بلد. خیلی زیاد. بلد. و هم آرتیست و هنرمند بسیار عزیز و خوبیه، هم واقعا خودش خیلی دوست و مهربون و رفیق و رفیق خوبیه. آره یاره. و من میگم خب من تقریبا 10 سال ازش کوچیکترم دیگه، وقتی من سنم پایین تر بود رضا بود. یعنی این اساتید واقعا این مسیر رو باز کردن که ما هم بتونیم کار کنیم. آره. و واقعا ممنونش. کاوه جان، سبک موسیقی تو سبک راکه. بله. و خود راک چندین شاخه داره. 100%. آره. و اصولا کیا توی ایران راک خیلی جدی کار کردن، سبک ثابتشون بوده؟ خیلی سوال پیچیده‌ایه.
این سبکایی که ما در حال حاضر که دنیا دیگه خود شما که استاد هنر هستین میدونین که سبکای زیادی دارن موسیقی. خیلی وقتا مردم میپرسن مثلا این برای چی راکه، این برای چی پاپه، این چرا جاز، این سنتیه، این راک هم همینجور. البته راکی که ما در ایران داریم بیشتر پاپ راکه. اون راکی که راک به مثابه راکه توی ایران فعلا شاید نمیدونم به خاطر بازارشه، چون هر چیزی رو بازار تعیین میکنه. بله. چون یه محصول فرهنگی خارجیه. ولی خب سینما هم یه محصول فرهنگیه که از غرب اومده. بله. ما تونستیم تو ایران با کار زیاد و ممارست و مطالعه بالای اهالی سینما ایرانیش کنیم. راک هم داره این اتفاق براش ایشالله میفته و ده ها و صد ها نفر دیگه. ولی این سبک یه سبکیه که توی ایران میشه گفت یه جور نوعه و فرقش با پاپ و جاز و اینا، من الان دیدم گروه بسیار عالی هم شما این بالا دارین که خیلی خیلی هم عالی می نوازن، نوازنده های بسیار عالی هم. الان میتونم از علی جان که گیتاریست الکتریک شما هستن بخوام که علی جان میشه لطفی بفرمایید منت سر ما بذارین یک قطعه خیلی کوتاه راک بنوازی؟ بچه ها صدا ما دارین الان؟ مرسی مرسی، واقعا ممنونم ادوارد، علی، امین. حالا دونه دونه بچه‌ها رو معرفی می‌کنم. حالا ما همین قطعه رو بخوایم مثلا یه قطعه پاپ داشته باشیم با همین سازها مثلا چه شکلی میشه صداش؟ این پاپ پاپ ایرانی. ممنونتونم بچه‌ها واقعا خیلی عالی. دست برای بچه‌های موزیکمون بزنید. سوالم اینه که تو وقتی راک مینوازی و راک میخونی و راک گوش میدی بل. و راک میسازی بل. آیا تو انقدر خودتو منفک میکنی که مثلا پاپ نمیتونی اجرا کنی؟ همین امشب برای شما اینجا دوتا پاپ اجرا میکنیم. راست میگی؟ آره که بگم اینجوری نیست، قدیم‌ها اینجوری بود، موسیقی دنیا واقعاً اینجوری بود. آها. ولی شاید بگیم از قرن 21م، آغاز قرن 21م دیگه سبک‌ها رو نمیشه تفکیک کرد. یکی بله. از مشکلاتی که ما داریم خیلی وقتا مثلا توی مثلا می‌ریم ارشاد برای اینکه مثلا مجوزی آلبوم رو بگیریم، خیلی وقتا صحبت این میشه که این سبک الان تفکیک پذیر نیست. یعنی آهنگ تا اینجاش پاپ، از اینجاش یو راک میشه، از اینجاش سنتی میشه، تلفیقی میشه. آره. واقعاً دیگه آره. نمیشه اینا رو تفکیک کرد. ولی یعنی نمیتونیم بگیم دیگه من مثلا میشینم تو خونه میگم الان یه چیز اینجوری بخوام بسازم. نه نه اصلا اینجوری نیست. یعنی شاید یهو یه چیزی باشه که خیلی هم کلاسیکال باشه یا اصلا قدیمی به نظر بیاد، ولی من خودم اصولا سعی میکنم تو حوزه پاپ راک باشم به خاطر اینکه هنوز میخوام اون شیرینی موسیقی پاپ، چون پاپ یه شیرینی داره و راک یه جدیتی داره. یعنی بخوام قیافمو بگم مثلا من تو پاپ مثلا اینجوری ام، ولی تو راک اینجوریه. یعنی ساحتش اینجوریه. داره. خصوصا تو ترانه فارسی. چه تبلیغی کردیم مثلا. آره خوبه که بشنویم و بفهمیم و بدونیم الان چیزی که گوش میدیم چیه. به خاطر اینکه به هر حال یه عظمتی داره یا یه جدیتی داره که شما خیلی وقتا تو تصاویر خیلی به درد میخوری. یعنی میشه باشه تصاویر جدی خلق کرد. بله. آره. بازیگری چی شد که ورود کردی توش یه روزی؟ یه روزی که خیلی روک و راست بگم خیلی دوست داشتم تجربهش کنم. گفتم که چرا؟ من اصولا نمیدونم چرا. اولا مطالعه خب در موردش زیاد داشتم. خب ولی به غیر از اون آقای مرجویی اولین بار که پیشنهاد، یعنی سینما کار جدی حالا بله. قبلا صحبتش شده بود، آقای مرجویی که پیشنهاد کرد اصلا اسمیه که مگه میشه که من نه مخالفت و مقاومت بکنم، بعد مگه میشه برم پیشش و از من بخواد که بس چیزی که میخواد و براش بازی کنم و اگر گفت خوبه بعد برم خونم بگم مرسی آقای مرسی دیگه مرسی خوشو گفتی بکنم. مگه میشه؟ خب لذت بخشترین تجربه‌ای بود برای من تا اون دوران. آره. از نظر هنری که یک انسانی که دوران زیادی از زندگی رو تجربه کرده و فلسفه رو خوب میشناسه و هنر رو خوب میشناسه، خیلی خوب خیلی خوب خیلی ازش آموختم، از هر نگاهش خیلی چیزا آموختم. من به عنوان یه آدمی که تشنه این بودم که دانشی در مورد بازیگری پیدا کنم. چه خوب، به تبریک میگم که این تجربه رو کردی. یه واقعا از صمیم قلب من خدمت آقای مهرجویی هم سلام میکنم هم تشویقتون میکنیم.
چه باحال، اسم چه آدمای نازنین هی میاد، هی تشویقشون میکنیم، دست میزنیم براشون، یادشون میکنیم. خاصیت خندوانه. آره خیلی خوبه، مرسی از تو. تو کجاها زندگی کردی؟ خیلی زیاد شد. بگو. مشهد، تهران، بجنورد، ساری، گنبد و گرگان. گنبد خیلی زیاد تو دوران کودکیم. بعد اینا همه به واسطه به خاطر شغل خانوادگی. خانوادگی حجاب آره. آره. شدی. و خودت بعد دانشجویی. دانشجویی. بعد مازندران، ساری، بعد رشت رفتم، بعد کرج و یعنی جاهای زیادی به صورت جدی پیش اومده برام. به حالا و اینو میخوام بگم که حالا چقدر از موسیقی گنبد، ترکمن، صحرا، خصوصا یعنی چجوری بگم الان که این روزها که سردار آزمون داره حسابی میترکونه، من همیشه نگاش که میکنم یاد فضای گنبد میفتم و این ژن ترکمن ها که تو موسیقی واقعا عجیب غریبه درجه یک و خیلی تکنیکا رو من از موسیقی ترکمن ها به واسطه کودکیم که خیلی جذاب بود برام، خصوصا چقدر این ریتم ها با اسب هماهنگ بود. آره. حتی ادای واژگانشون و بعد خیلی چیزا از اینو بعد از اینکه روی گیتار الکتریک کار کردم و این سبک های موسیقی خیلی تونستم ازش استفاده کنم، یعنی چیزایی که حتی اگه یه ترکمن الان گوش بده متوجه نشه که این ایده رو من از اونها دزدیدم، ولی واقعا خیلی چیزا رو از اونها قدرش قدردان این دزدیه هستی. آره 100 درصد. البته این دزدی نه که آهنگار موسیقی میشه گفت مقامیه. آره منطقمون بوده دیگه و واقعا تجربه خیلی جالبی بود. من توی گنبد معلوم شد که آسم دارم و به خاطر رطوبت هوا و گردهای پنبه و نمیدونم این چیزا و خیلی دوران سختی بود. مثلا فوتبال هم بد نبود ولی فوتبال که بازی میکردم بچه ها مثلا خیلی وقتا من دیگه تنفس نمیتونستم بکنم و باید کنار زمین میشستم نگاهشون کنم. تو دوران بچگی مثلا خیلی پیش میومد که من بعد خیلی روزا مثلا بچه ها میرفتن زنگ تفریح بیرون، من بعد میموندم توی کلاس نباید تکون میخوردم و اینکه تقریبا 4 سال هر روز واکسن‌های کلینیک آلرژی رو می‌زدن، هر روز تزریق به بدن من می‌شد، خیلی سخت بود ولی الان که بهش نگاه می‌کنم واقعا تجربه‌های بزرگی بود. تو آلاچیقا می‌رفتیم، تو روستاها می‌رفتیم، تو دشتا جالب، اسب، چه اسب سواری، خیلی جالب بود. خیلی خیلی جذاب بود، خیلی جذاب بود. نوش جونت. مرسی که کیف کردی. من ازت خواهش می‌کنم که لطفاً اول دوستای خودم خواهش میکنم اینور چشمامونو ببندیم و کاوه برای ما یک چیزی رو تعریف کنه، هر چی که خودش صلاح میدونه، هر چیزی که خودش انتخاب میکنه، هر چی یه فضای، هر چی دلت میخواد، هر چی. ما چشمامون میبندیم و تمام چیزهایی که کاوه میگه رو تخیل میکنیم. باشه؟ اوکی. من این کار خیلی دوست دارم و مطمئنم با تو هم الان خیلی کیف میده. آماده این؟ چشاتون رو ببندین و واقعا چشاتون رو ببندین به خاطر اینکه این تجربه لذت بخشه. اگه چشتون رو باز بکنین به درد میخوره. ما بستیم. مرسی. یه روزی فکر کنید که میخواد یه بچه ای بره مدرسه کلاس اول. تا دیروز پریروز توی کوچه با برادرها و خواهرهاش بازی میکرده، خانواده همه بودن مثلا تا 2 روز پیش. بعد این بچه نگاه میکرده که داداشش مثلا کفش کتونی میپوشه، میرن فوتبال تو کوچه، اینم میذارنش تو گل وایسه. بعد این بچه با لباس میخرن، براش کیف میخرن، خیلی خوشحال و مامانش میپوشونتش و یعنی کیفو تنش میکنه صبح و اول مهره و میخواد بره مدرسه کلاس اول. تورا که میره یوهو میبینه که یه سری ماشینا، حالا با مادرش یا خواهرش برادرش حالا داره میره، میبینه که یه سری ماشینا دارن، همه آمبولانسا میان میرن، شهر بسیار آشفته ایه، تعجب میکنه چه وضعیتیه. بیشتر که میره میبینه که چرا اون طرف شهر همینجور داره دود بلند میشه و چرا یه سری از اون ساختمونایی که بودن دیگه نیستن و چرا اصلا اینجوریه، چرا مدرسه الان باز نیست. دیشب از خواب پریده بود. برمیگردن و میبینه که همه مردم دارن از خونه ها میزنن بیرون، همه دارن میرن، اینا تا دیروز داشتن فوتبال بازی میکردن تو کوچه، چه خبره؟
خواهر برادراش یه کاری میکنن که زیاد متوجه نشه چه اتفاقی افتاده، فقط حالا اون بچه میتونه بیاد بیرون و بعد صداهای خیلی وحشتناک به زور اون از اون شهر میبرنش بیرون. بعدن تا 7 روز بعد دیگه حتی پدرش زنده نیست، حتی خونش هم دیگه نیست، همه وسایلشون از بین رفته، اون شهر هم دیگه نیست، نه مدرسه‌ای در کار نه چیزی. ولی داداشش اینا اونجا خرمشهر بود، داداشش اینا با همون لباسایی که فوتبال بازی میکردن از کوچه دفاع میکردن تا نیرو برسه، و اونا بردن جنگو از عراق، یعنی اونا شهر رو پس گرفتن با لباس فوتبال. اوکی رفیق خانشون، خیلی ممنون. من یه آهنگ دارم به نام شهر منکو. بذارینش تو، باید بذارینش. آره. نذارینش. آره. شهر منکو. شهر منکو. حالا بعداً بذارینش، نمیدونم، یه تیکش رو لااقل روی موله ها بذارینش بعداً، که اینو برای خرمشهر من با بچه‌ای که قبلاً همگروه بودیم با هم، آهنگسازش خودم هم شاعرش هم ایمان محمدی عزیزم و خودم با هم بودیم، برای خرمشهر گفتیم. واقعا تاریخ خرمشهر رو که میخونی هنگ میکنی که این ملت تو خوزستان چجوری با کتسونی چینی و اینا چجوری نگرد و چجوری بردن 2 ساله آزاد کردن اون شهر رو. کشور ما خیلی تکنولوژیک تر از همسایش بود، خیلی امکاناتش بیشتر، ولی چون آشفتگی بود، نیروهای سرباز نداشتیم اصلا یه آشفتگی بود که جمع کردنش فقط و فقط کار همون بچه‌ای بود که اونجا داشتن فوتبال بازی می‌کردن. یعنی میشه با کفش کتونی سنگر ببندی سر کوچه‌ات و جلوی اجنبی رو بگیری. آره. چه مدل آقای کیمیایی بود، جلوی اجنبی رو بگیری. اوکی ببخش. دمت گرم. این آهنگ رو الان داریم؟ آقا احمدی، آسانسور رو چه نگه داشتی؟ دارم نظافت شخصی میکنم برهام جان. خطا میکنی احمدی جان؟ نه یکی دو تا هم خطا میکنی. برهام جان بیا دور کلتو با ماشین خالی کنم، یه ذره هوا بخوره، خونک چی صفا بشی، اعصابت بیا سر جاش. من عصبانی نیستم آقا احمدی، معترضم و اعتراضم به عملکرد شما وارده. ریختن موهای زائد در مشاعات و معطل کردن آسانسور به دلیل شخصی، لطفاً خودتون دفاع کنید. من تو وکیلم نیاد که هیچی نمیگم برام جان. شما هم دیگه به جای اینکه اینجا واسطادی سر من داد نزن. همسایه محترم، آسانسور برای استفاده عموم همسایه هاست، خودخواه نباشید دیگه. نباشید یکم خیلی وای استاد، سپاس. دمت گرم. سپاس. این آهنگ رو تقدیم میکنم به کسی که واقعا بزرگترین عشق زندگی منه، خانم بهناز امیری شاهوار. میخوام فقط بدونه که وجودش چقدر تونست تو زندگی به من کمک کنه. واقعا امیدوارم که تا ابد همینجوری بتونم عاشقش بمونم. چه قشنگ. میخوای الان توی یکی از لنزا مستقیم خودشو خطاب قرار بدی تو دوربین سه؟ اوکی. شال سرخ تو تا ابد تقدیم شما باد، خانم بهناز امیری شاهوار. میخوام بدونی که بنده تا ابد مدیون شما. اینجوری حال میده دیگه آدم به عشقش و همسرش ابراز عشق بکنه. هیچ چیزی زیباتر از این نیست که آدم عاشق شه، هیچ چیزی زیباتر از این نیست که آدم عاشقانه بتونه زندگیشو ادامه بده، و هیچ چیزی زیباتر از این نیست که احساس کنی عشقت برات احترام قائله. بله همینطوره واقعا. اینجوری موقع آدم باید عشقشو قورت بده. خیلی عالی بود. مرسی. خیلی خوب. بریم بیایم با کاوه گپمون ادامه بدیم.
کاوه بگو که بیا اینجا، بیا اینجا، بیا پیش من، بیا پیش من. یه یک دو سه موزیکال بگو، بیا اینجا. آو بر. یه یک دو سه موزیکال بگو، بگیم بریم بیایم. یک. اینجوری؟ آره. دو. عالی عالی. سلام عزیزم. سلام رامبو جوان، سلام. چی؟ سلام جناب آقای کاوه آفاق، سلام. سلام. خیلی خوش اومدین به خندوانه. خیلی خوش اومدین. من خیلی از کارهای شما رو دنبال میکنم. کارهای قشنگی دارین واقعا. کارهای کاوه رو دوست داری؟ بله، شال، اتاق آبی، عطرتو، فلکستین، بله. بله، کارهاشون خیلی با دقت گوش میکنم رامبو. ایراداتی البته دارم به کارشون در کل. تو مگه از موسیقی را چی سر در میاری؟ صورت خب ما سه تا رقیبیم دیگه، اصلش دیگه کیا؟ ما کاوه آفاق رضای ازدانی. آها، سه تا موسیقی راک ماییم دیگه. آخه اسم تو رو نیورد. این رقیب سرسخت میدونم از حسادتشونه رامبو. نه این، نه رضا، هیچ وقت بالاخره رقیبای سرسختی هستیم رامبو. گاهی اوقات اینجوری اینجوری با هم میریم جلو، گاهی اوقات یه لحظه اون جلو میفته، یه لحظه با جلو میفته با آخرش. ولی ته را که ایران منم. ته را که ایران تو این؟ بله، تهش منم دیگه. بله، یکی از کارهای را که تو میشه به من معرفی کنی؟ بهتر شاید اصلا از قبل شروع کنم، یه خورده معرفی کنم. بفرمی علی جان، یه تیکه راک بندری بیا برمو علی جان. این الان راک راک بندری، این الان راک بندری. دو با یالا اشو هله یالا یا آها. علی جان ممنون، آفرین. این الان راک خیلی مثلا موسیقی خیلی پر ابهتی هم هست، خیلی وقتا شنیدیمش. راک بندریه. خب مثلا همین الان فرقشو بهتون میگم با پاپ بندری. علی جان پاپ بندری قربونت. آها، دو با یالا، آها، دستا بالا، دستا بالا. ممنون. آفرین. ممنون. این معمولاً با کل استفاده میشه، معمولاً روش کل میزن رو پا بند. علی جان یه تیکه یه جاز بندری بیا، جاز بندری برای معرفی. بله تاریخ موسیقی رو عوض کرد. بله اصلا داری. آره خیلی موسیقی خاصی هم هست رام بود. این جاز بندری مال آقای هنری مانچینیه. بله. هنری مانچینی هم خب میدونی اصلش مال سربندر بوده. نه بابا. خب ابه چای قدیمی سربندره صورت هنری مانچینی. آخه هنری مانچینی اصلا اسمش بندری نیست. صورت هنری مانچینی و بلک ادواردز. بلک ادواردز به چه ماشر بود، هنری مانچینی به چه سربندر. خیلی خوب. اینا رفقای قدیمی هم حالا دیگه تا... ببین تو منو قانع کردی، حالا کاوه رو نمیدونم ولی منو قانع کردی که ولی خدا وکیلی ما سه تا رقیبا. بله آره دیگه 20 سال این همه کار کردیم نتونستیم مثل شما تو این دو دقیقه انقدر خوشگل مچاکر ایرانی کنیم راکو. مچاکرتم کاوه. ولی وجدانن خیلی خوشتیپی، این از ته دل گفتم جدن. جدن تیپ درجه. آقا یه دست برای تیپ کاوه، خیلی درجه یکه. یعنی کلتی که میدی پایین مواد میریزه تو چشات. اصلا دیون رامبود هم همینطوریه، کلش میده پایین مواد میریزه تو چشات. ولی مدام داره منو مسخره. ولی یه بار کلش مدام داره با یه بار کلش داده پایین. یه بار کلش داده پایین، موهاش ریخته دیگه بالا نومده. ریخته زمین. دیونتون کاوه خیلی خوش تیپی. رامبو آخه میدونی موسیقی های مختلف افعاشون فرق میکنه. مثلا ما تو پاپ قیافه هم اینجوریه. تو پاپ اینجوری؟ بله. تو راک قیافه هم اینجوریه. تو بندری ولی اینجوری هم اوفه. یالا ماشاءالله. ببخشید ما اومدیم وسط صحبتات. کاوه جان یه لحظه قربونت میای ما، یه لحظه تعریف برو پیشش. آها بابا تشریف بیار قربونت. بسم الله.
زمون یکی از آهنگاتش بشین خواب بشین کار دارم بشین کنارش صورت بشین کار دارم یکی از قربونن برم پسر خوب ما یکی از آهنگات شنیدم که اون کم عصبیت داری خب افسردگی داری خسته شدی اوضاع روزگار آهنگ فلوکستین خونده بودی آه. میدونم این من برای تهیه کردم فلوکستین 20 ایشون آشنا دارم قربونن اگه خواستی تو آب قبلش حل میکنی همون تکنیکی که خودت میدونی اون نمیخواد این کاره یا نوکرتم اگر خیلی دیگه بهت فشار اومد خیلی عصبی شدی افتاد تو فشار یه لحظه بله این برای تهیه کردم این فلوکستین 800 این قشنگ توی استخر حل میکنی میپری توش ردیف میکنه قربونه ماشون آشنا سلام نوکرتون خیلی فشار نیار به خودت زنده باش آفرین آفرین یه دست بره کابه آفا یه اینجا کابه جی بذار اینجا من تا حالا همچین کادوی نگرفته بودم واقعا فوق العاده است نه تو این حل چه شیرینه خدا استخری بشه چه نمکی داره رام بود من نمیخوام برای خودم خیلی نمک داره وجدان چیکار میخوای بکنی دوستش دارم میگم میخوام برش دارم برای خودم کاور ورش داری برای خودم داشته باشمش خیلی نمک داره بعد به دلم نشسته جدی آره به دل منم نشسته ولی خب به قول من اصلا چکرتم قربونه چه قشنگو به چه گنبدی نه؟ نه من هم مشهد زندگی کردم دانشجو بودم هم گنبد زندگی کردم ولی خب بچه تهران هم یعنی خانواده ولی گنبد زیاد بودی گنبد خیلی بودم تمام بچه های گنبد رو هم بود رفیق هم من عجب شهر و حالیه خیلی آشنا دارم تمام بچه های محله سیدآباد ترمینال اروند رود رام بود تمام بچه محله های گنبد اروند رود گنبد گنبد اونجا زیاد جدیده خیلی رفتم رام بود خیلی رام بود جان ترکمنا یه دوتار نواز درجه یک داشتن خب خلیفه نظرلی محجوبی دوست دارم سرپا تشویقش کنیم واقعا بله با کمال میل از نوابق دوتار ایران بودن خلیفه نظرلی ماشاءالله عالی بفرمایید رامبورد این ترکمنا خیلی قوم هنرمندین یه بار یه اجرا از خلیفه نظرلی میارم با هم دوتایی بشینیم عشق کنیم عالیه کاوه میشناسیش؟ بله من توی گنبد بچه بودم فامیلیشون هم یاد رفتن ناصر ما بهشون میگفتیم که شاگرد یعنی شاگرد ایشون بودن و من افتخار داشتم که یه چیزای اون بچگی که بودیم حالا توی جمع خانواده و اینا میشیدم از این چیزا همچنین اون رو ترکمن هم یه آشنایی پیدا کردم ولی بیش از هر چیزی میتونم بگم چی بگم خیلی هنرمندن ترکمن خیلی 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 فوق‌العاده‌ن خیلی من آرزو میکنم یعنی همیشه این فکر رو داشتیم جناب خان و کاوه اگه تونستین کمک کنیم به این قضیه که یک شب شب ترکمن ها باشه در خندوانه با ما آره تماشاچیامون هنرمنداشون و مهمانمون همه از ترکمن ها باشه ما گنده ترکمن ها محسود سرافراز عدوسای قدیمیمه این هماهنگی رو بکنه هماهنگ کنه به چاپ دمت گرم خیلی دلم میخواد این اتفاق بیفته نوکر کاوه تو یک ساقبندی داری رنگ پرچم ایرانه بله آره این چیه ماجراش بذار اول ویدیوشو ببینیم اول این عکس‌ها رو ببینیم اینجا بله اینجا بله اینا که رو صحنه کنسرت بله چه خوشتیپ نامرد جناب خانم پشت نامرد عجب خوشتیپ این همه ریوان زدیم 10% ای در نومد از ما صورت خب ما با این برنامه اجرا میکردم نه با او پسر رام با جوان سی سر چی میگی؟ مرسی تو سپا. خودم بودم چی میگی؟ جان چیزی نبود جریان اینو بهمون بگو خب من خیلی کشورم دوست دارم مثل بله؟ همم روزی که یادمه که من می‌خواستم خارج از ایران کار کنم چون سبک ما یه جوری بود که همیشه میگفتن که بازاری داخل ایران نداره
بهتره که خارج از ایران. به خاطر بله. یه دورانی هم من زبان انگلیسی آهنگ کار میکردیم با گروه هم. آره. The Waves بودین دیگه. The Waves. مام هم The Waves بودین. The Waves. آره. مام همزمان یه گروه داشتیم با مأمون نسیمی وید فوق‌آزاده به نام احمد صفاری The Face. گروه صورت. The Face بودیم. مختم صورت. صورت اومد. خیلی میتره کنی. یادش بخیر. The Face. بود. یادش بخیر. چکرین. میگفتی ببخش. بله. بعد من موقع خب فکر میکردم که خارج از ایران باید کار کنم، یه نشانه ای از ایران داشته باشیم. یکی از دوستان نوید که خیلی با من نزدیک بود و اینجور چیزا رو هم خیلی بهش دقت میکرد، میگفتش که مثلا یه المانی از کشور، یه نشانی از کشورمون داشته باشیم. یه خرازی نزدیک خونمون بود که خونه دانشجویمون، اون خرازی یه سری یعنی ساق دستایی داشتش که برای خانم هاست. من اینو پشت ویترین مغازش دیدم، یهو گفتم شاید بشه یه کاری کنم. سه تا این ساق دستا رو گرفتیم با نوی، اینا رو همه رو کردیم رو هم رو هم دست، مثلا سبز داشت، سفید داشت، قرمز داشت، رنگ‌های مختلف. ما این سر پرچم گرفتیم و همینجور بستش کردیم به دستمون. ولی بعد دیدم که چقدر لذت بخش میتونه باشه، یعنی فرم جالبیه و میتونه از نظر برندینگ، بیزینسی، نمیدونم حالا چه اسمی براش، از نظر تجاری هم دیدم حتی چقدر اون موقع که ما نمیدونستیم چی میشه، ولی دیدیم که از آهنگمون بیشتر اون دورانی که تازه شروع کرده بودیم و این موسیقی همچنان تو ایران اون موقع زیاد هم رفت، از آهنگ یعنی کسی هم نبودن که آهنگ رو مثلا جذب نمیشدن اگه اینو مثلا میدیدن ویدئوشو، ولی این براشون جالب بود. به حدی بود که برای منم خیلی جذاب شد و سعی کردم که همیشه این وظیفه هم بوده دیگه، هر کدوم ما به هر حال یه میدین کجا باید داشته باشیم. آره. دیگه ما چون موزیکمون موزیک ایرانی اون موقع نداشت المان‌های ایرانی رو، برای اینکه نشون بدیم ما میدین ایران هستیم لااقل سعی کنیم توی صورت یا ظاهر فرم لباسامون نشونش بدیم که بعد از اون دیگه اتفاقی افتاد. ما یه بازی داریم کاوه، سوالای 5 ثانیه‌ای، یعنی یه سوال می‌پرسن 5 ثانیه وقت داریم جواب بدیم. بله. هر سوالم 3 تا جواب داره. آماده ای آقای شاه حسینی؟ سلام جناب خان، تو هم شرکت میکنی؟ نه ما از بیرون داوری میکنم. خیلی خوب، پس بین من و کاوه است. بله من با آفاق شدیم. سر 5 ثانیه هم با این کیو به شما نشون میدم اینجوری. یعنی 5 ثانیه تموم شده. جناب آفاق، 3 تا اسم پارک و نام ببرید. پارک ملت، پارک شهر، شهر اون پارک ولایت، شهر بوستان ولایت. آقای جوان، 3 تا شاعر معاصر رو نام ببرید. آقای یوشیج، آقای منوچهر آتشی. آقای فاق، 3 تا فوتبالیست ایرانی رو نام ببرید. سردار آزمون، مهدی طارمی، امید روانخواه. آقای جوان، 3 تا رنگ چشم. یشمی که نمیگن، میشی پشمی. میشی سبز آبی. 3 تا اسم خواننده لطفا. رضا یزدانی، کاوه یعقوبی. آقای جوان، اسم 3 تا دریا رو نام ببرید. دریای مدیترانه، دریای خزر، دریای مانش. جناب آفاق، 3 تا جشنواره سینمایی رو نام ببرید. کن، برلین، ونیز. آقای جوان، 3 تا اسم گل نام ببرید. نسترن، لاله، رز. آقای آفاق، 3 تا مدل ساندویچ رو نام ببرید. بندری. آقای جوان، 3 تا حیوان سیاه رنگ. بندری هم شد. جگوار، چیز، پوما، جغد. تقلب به چی میرسونی؟ کلوق؟ خیلی عقب افتادی. جناب آفاق، 3 تا اسم شیرینی رو نام ببری. دانمارکی، ناپلئونی، زبان. 3 تا شهر خارجی رو نام ببرین آقای جوان. پاریس، برلین، روم. 3 تا اسم بازیگر مرد لطفاً. پرویز پرستویی، رضا کیانیان. 3 تا درس دبیرستان. مغزم هنگه. رامو جان قربونه دارم. دیپلم گرفتی یا نه؟ آره. ولی واقعا آشنا دارم اگر خواست. نه دست درد نکنه. دارم یه دونه. آموزی تا بنویسم. دارم یه دونه. جناب آفاق، 3 تا اسم کوه در ایران. دنا، سولان، سهن. 3 تا حیوان دوزیست. لاک‌پشت قورباغه. لاک‌پشت قورباغه. آقای شاه حسین یه لحظه. وزق. تمسا. آقای شاه حسین یه لحظه. بله. رامبو جان تا 3 بشمار. یک. خب.
نه مسخره نکن، همین یه جواب دادی. گفت سه تا حیوان دزدید، گفتی لاک‌پشت قورباغه. چیکار کنم؟ خب هول شدم. بگو تا سه بشمون. جناب آقا سه تا از قطعات خودرو. دلکو، وایر، باتری. آقای جوان سه تا وسیله چوبی نام ببرید. تخته آشپزی، وردنه، تموم شد. من خیلی بد باختم. هشت دو. نیاز دیگه به آمون. خیلی سنگین باختم. تشکر کنید کاور رو. باشه. وسیله چوبی، وردنه، تخته آشپزی، نیمکت، آره، صندلی. وسیله آشپزخونه نبود. نه، نگفت آشپزخونه. در من وسیله در جای نام تو ذهنم. چوب هر چی. متاسفم. چند شد؟ 8. وای. عادت ندارم اینقدر با امتیاز زیاد ببازم. بعد ساله شما قهرمان کاوه آفاق. کاوه تو معماری خوندی نه؟ معماری خوندی. ولی هیچ وقت به معماری پرداختی؟ نقاشی میکنم که بسیار منبعث از معماری، نقاشی خیلی هم به صورت جدی انجام میدم. یعنی رسما نقاشی؟ رسما نقاش که نیستم، ولی گالری تو حالا 3-4 تا داشتم. چه باحال. آره. انفرادی؟ بله هم انفرادی هم مشترک، مثلا با آقای پلنگی و خانم مسعودی مشترک داشتم، انفرادی هم داشتم. معماری هنر بسیار بسیار جدی، وقت نمیشه انجامش. رامبو جان. بله عزیزم. اجازه دارم یک قطعه موسیقی رو با عشق تقدیم کنم به کاوه آفاق. حتما این کارو بکن. زنده باشین. پس دسای بندری گرم باشه چون یک قطعه میخوام با هم اجرا کنیم. کاوه آفاق صدا چه مردونه، بند سازش همیشه یه وار روی شوناست، مدورش یزله چون اصل میمانه، دور دستش همیشه پرچم ایرانه، شال آن شال تو کاوه آفا و قلب و مال تو کاوه آفا. وی کاوه آفا با عشق به افتخاره. ای چاکرتو ماشاءالله. نگاه کلش میاره پایین، موه که بنده یه آهنگی در سبک خودمون ولی با حال و هوای بندری تقدیم میکنم در آینده نزدیک مخصوص جناب خان. پس قول بده بیا اینجا اجراش کنیم. 100% مخصوص شما این آهنگ رو خواهیم ساخت. خوبه کاوه آفاق. عالی. خیلی میدونی به من ایده داد. رامبو ما میخوام با کاوه عکس داشته باشم. میشه سه تا اینجا با هم بشینیم عکس؟ بله بفرمایید. عجب کار. از خانم طاهره خواهش کنیم بیاد عکس بگیره. بله لطفاً. آقا بفرمایید. میشد ما با کاوه برنامه داشته باشیم به جای ایران واده علیکی. نگاه سر نمیشون پیشونی ما رو کجا میشونی؟ نگاه کن چقدر بیچشم روی گیر
گیری. نمیخواد الان بیخودی به من محبت کنی. نه محبت نمیکنم. بدبختی خودمو دارم. چه اینجوری میذاره دستم شده. من خواهی نگاه راکی بکن. اوف راکی؟ راکی 5. آها. راکی 5. همه قیافه‌مون جدی. حالا یه دونم چیز؟ پاپ. آه پاپ هم بگیریم. آره. یه دونم بندری. اوفیک. شونه ها داره میلرز. مرسی. دمت گرم. دمت گرم. نوکرتون. نوکرتون با هم بودیم. نوکرتون. خب خیلی هم عالی. بفرمین. خواهش میکنم. آقای شاه حسینی ممکنه خواهش بکنم تندیسمونو بیارین که من به کاوه عزیز تقدیم بکنم. شاه حسینی! او تندیسه بیار بخواه بده به این پسر کاوه. ده. تندیسه بیاره. شاد عزیزم آورد اینجا. آورد. چرا نمیبینیش که اینجا؟ خیلی این دودیش زیاده. کاوه جان. ما همیشه یک رسمی داشتیم که مختص خندوانه بوده. بله. در این فصل با مهمونامون این کار نکردیم. از شبی که شما هستید میخواییم شروع کنیم. همیشه این کار میکردیم که مهمون 10 ثانیه به تماشاچی توی خونه لبخند میزد. الان با شما میخواییم در این فصل شروع کنیم. آره چی کار رو میکردیم؟ آماده این کدوم دوربین؟ 4. آماده؟ براشون از 10 بشمریم بیاییم پایین. آماده؟ 1, 2, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. خیلی ممنونم. مدت‌ها بودن قلن خنده بودن. چیست؟ میگم انقدر مدت‌ها بودن قلن خنده بودن. خیلی خوب. نوش جانتون. بله. شکل هیو گرانته یکم. شبیه هیو گرانته؟ الان به ذهنم رسید. یکم شکل هیو گرانته نه؟ شکر شما. میتونه. بهت گفتن قبلن؟ هیو گرانت بیترمون دیگه، یعنی ماه تلخ پولانسکی بازی کرده. هیو گرانت خیلی بازی هیو گرانت شکل نکرده بودم بابا. خیلی شکله هیو گرانتی. خیلی رامبول هم خیلی شبیه نیکول کیدمنه. شبیه نیکول کیدمنم؟ بله. خیلی لطف داریم. خوشمان قدر خوشگیر. نوکرتم. کاوه جان این تندیسمون رو تقدیمت میکنم. بر ما خیلی عزیزه، لطفا یه جایی بذار که ببینیش و یاد ما باشی بدون یادت. همواره مخلصم. مرسی. سپاسگزارم. باعث افتخار. بازم پیشمون بیا. اون آهنگی هم که قولشو دادی لطفا آره آماده شو بیا. یه راک ایرانی که بندری تقدیم بهش خواهد شد. اسمش حالا بعدا میتونیم بذاریم بندری، ولی من میذارم یه راک ایرانی بر وزن 6-8. اوفه. مرسی.